اگر میل داشته باشید من اینجا نظر خودم رو در مورد آقای هویدا بگم. تمنا میکنم بفرمایید. بله، به نظر من هویدا مرد وطن پرستی بود. حالا هرچه میخواهند بگویند، من تماسی که با ایشان داشتم اولا خیلی مرد سعی العملی بود، مرد وطن پرستی بود، منتها این در دورانی قرار گرفته بود که بایستی از سیستم پیروی بکنه. یه سیستمی برقرار شده بود، او هم به هر حال مایل بود که نخست وزیر باشه، اما واقعا در مدتی که هویدا در نخست وزیر بود ببینیم خدماتی که انجام شد چی بود تا اینکه این همه ایراد بهش بگیریم، چون ایراد رو به هر شخصی میشه گرفت، ولی در این حال باید دید که چه خدماتی هم انجام شد در اون دوران، و شکی نیست که این خدماتی که انجام شد هویدا سهم بزرگی در انجام این خدمات داشت. این است که من در اینجا واقعا وظیفه وجدانی خودم میدونم که به شما بگم که هویدا یکی از مردان وطن پرست، دانشمند، مرد دانشمندی بود. البته هیچ کس از عیب بری نیست، علاقمند بود که دوستانش رو سر کار بیاره، شاید بعضی از اشخاصی که گذاشته بود سر کارهایی واقعا شایستگی اون مقام رو نداشتن، اما من حیث المجموع هویدا یه مردی بود که در دوران نخست وزیریش خدمت کرد به این مملکت. تیم سار، وقتی که شما راجع به رویداد 28 مرداد فکر میکنید و بعد همچنین راجع به انقلاب سال 1357 فکر میکنید، چه شباهت ها و تفاوت هایی بین این دو جریان میبینید؟ انقلاب 28 مرداد یک اثر ملی داشت بقیدم، با اینکه من نظامی هستم و با اینکه از طرفداران دکتر مصدق نبودم، ولی شکی نیست که دکتر مصدق یک مردی بود که با یک ایده میهنی دست به هر کاری میزد، و کما اینکه بزرگترین خدمت رو به این مملکت در موقع خودش کرد. اون انقلاب اساساً با این انقلاب قابل مقایسه نبود. من فکر میکنم اگر مسیر مملکت در اون تاریخ عوض شده بود و اشخاصی نظیر دکتر مصدق بودند، شاید مملکت خیلی واقعا آیندش از این وضعی که ما بعد بهش گرفتار شدیم بهتر بود. ما اون موقع با اشخاص فهیمی سر کار داشتیم، شما الان با کسانی سر کار دارید که اساسا اینها به عقیده من چیزی درک نمی، از وطن پرستی چیزی درک نمی کنن. اینها یه ایده خاصی دارن، مثل که مأموریت دارن فقط برای انجام یک نظر خاصی، ولی اون موقع اینها کسانی بودن که واقعا وطن پرست بودن و اشخاص فهیمی بودن، تحصیل کرده بودن. متاسفانه اون موقع کمونیست ها، شما اطلاع دارید دیگه، اگر کمونیست ها اون وضع رو به وجود نیاورده بودن، گرچه ممکن بود خطری برای، بدون شک خطری برای حکومت مصدق هم می شدن، ولی خب اونا دستشون رو زود باز کردن و همون باز کردن دست سبب شد که حکومت مصدق و اون دستگاه 28 مرداد به کلی زیر و رو بشه. و اما اینها که از اطلاعات بیشتری برخوردار هستند و راهشون رو از پیش از این جهات درست خوندن، از کمونیست ها و اینها استفاده کردند، اونها رو به خوبی شناسایی کردند، همچنین که از مجاهدین شناسایی کردند، و بعد با اطلاع کافی ریختند و اینها رو از بین بردند. من یقین ندارم که همه اینها از بین رفته باشند، ولی عده زیادی از اینها از بین رفتند. فرق، اگه بخوام یک فرق اساسی بذارم، به عقیده من اگر یک چنین انقلابی که در 28 مرداد پیش آمده بود در این زمان پیش آمد
پیش می آمد با اون فکر، با اون طرز فکر، ملت ایران دچار یک چنین وضعی نمی شد. اون به هر صورت اشخاص فهمیده ای رو می آورد رو کار، در حالی که الان ملت ایران گرفتار یک مشت مردم فناتیک که اینها غیر از هدف و راهی که دارن چیز دیگری از وطن پرستی اونها نمی شناسن. به نظر من این روشن میکنه که فرق این دو انقلاب چی بوده. تیمسار، در روزهای آخر رژیم سابق آقای اردشیر زاهدی و همچنین تیمسار خسروداد چه نقشی رو ایفا میکردن و شما چه خاطراتی دارید از فعالیت هایی که این دو شخص داشتن؟ و در این حال میخوام ازتون تقاضا بکنم که اگر شما خاطرات دیگری هم از اون روزها دارید از افراد و یا شخصیت های دیگه، اون رو هم ضمن این برای ما توضیح بفرمایید. عرض کنم که آقای اردشیر زاهدی در روزهای آخر بنا به مذاکره‌ای که با پرزیدنت کارتر کرده بودند آمدن به ایران و حتی شنیده شده و حتی نوشته شده که پرزیدنت کارتر به ایشان گفتند که من به جای شما کارهای سفیر خواهم بود، شما برید که در اونجا بتونید به اون کارها رسیدگی بکنید. آقای زاهدی وقتی آمدن به ایران، البته شکی ندارم که خیلی تلاش میکردن که بتوانند کاری بکنند که حکومت رو از سقوط نجات بدن، اما متاسفانه دو چیز در ایشان نبود. یکی اطمینان پادشاه به ایشان، که پادشاه فلجمله به ایشان اطمینان نداشت. چه نظر اطمینان نداشتن؟ اصولا ایشون که خیلی وفادار بودن به علاقه، خیلی وفادار بودن و اینم از همون جمله مسائلی است که در مورد اعلیحضرت همیشه وجود داشته، که شاید به اشخاصی که خیلی به ایشان نزدیک بودن زیاد اطمینان نداشتن. و خیلی وقتا ما میشنیدیم که اگه شما میخواهید که به یه مقاماتی برسید، بهتره که اول برید از راه دشمنی وارد بشید، اونها زودتر به مقاماتی میرسن تا اینکه شما همیشه دوست باشید. و متاسفانه این رو من بارها شنیدم در مورد آقای زاهدی هم به همین نحو. آقای زاهدی شاید به نظر از نظر اینکه مرد شجاعی است که من شکی ندارم، شاید اگر چونچه در اون مواقع اون هم یکی از مهره‌هایی بود که اگر مثلا فرض کنید که گرچه زمان اصلا اجازه نمیداد، البته من نمیتونم این رو زمان اجازه نمیداد که کسی نظیر زاهدی بیاد مثلا نخست وزیر مملکت بشه، اصولا هرگز ممکن نبود نتیجه عاید بشه، ولی خب به هر حال ایشان تلاش زیادی کرد. اما خب مثل همه دیگران که تلاش کردن و به نتیجه نرسیدن، چون میدونید اصولا به عقیده من اعلی حضرت به علت بیماری اون اراده و تصمیم فرماندهی و مدیریت رو از دست داده بودن و هیچ کس نمیتونست ایشون رو نگه بداره، یعنی به کلی ایشون از پا، یعنی روحیه به کلی ضعیف شده بود، بیماری طوری شدید بود که تصمیم گرفته نمیشد و خب ایشان هم شکی نیست که اثر نداشت مسائلش، یکی از جهت همون بی‌اطمینانی و یکی هم از جهت این که بیماری و اینها اثر نداشت. ولی خب من شکی ندارم که زاهدی خیلی تلاش میکرد اون موقعی که آمد بود به ایران. میشه گفته که عدم اعتماد یا اطمینان اعلی حضرت نسبت به اردشیر زاهدی بیشتر به خاطر مسئله کاردانی و کارایی ایشون بوده؟ خب خیلی مسائل با هم دیگه جمع میشد که یکی هم اون بوده، ولی خیلی مسائل دیگه جمع میشد که مجموعاً اون اساس عدم اطمینان رو تشکیل بده، یکی هم همون بود. از تیمسار خسروداد آقا شما چه خاطراتی دارید و ایشون چه نقشی داشتن در اون روزها؟ تیمسار خسروداد
افسر جوان شجاع، واقعا واقعا وطن پرستی بود، این شکی نیست در این مورد. مثلا یکی از اشتباهات بزرگ این بود که این آدم رو در اون موقع از سر کارش برداشتن، در حالی که هرچه ما فکر کردیم که به چه مناسبت خسروداد که سالها فرمانده نیروی هوا برد بوده این رو برداشتن، این خودش مسئله بود. من تصور من این است که این از اون توصیه هایی بود که اون افکار به اون صورت که مورد به اصطلاح مشاور قرار می گرفتن گفته شد که بله اگر چون چی این رو هم از سر این کار بردارن همچی، یا این ممکنه که اگر سر این کار باشه کودتا بکنه. تازه اگر خسروداد کودتا میکرد به نفع پادشاه مملکت بود، شکی نبود که به نفع من. به هر حال خسروداد در این که واقعا تلاشش این بود که بتونه یه کاری بکنه، خود خسروداد در اجتماع ما بود، در اجتماع من نمیدونم قبلا برای شما تشریح کردم که ما عده از افسران دور هم جمع شدیم به حضور پادشاه رفتیم و درخواست کردیم. نه بنده همین الان میخواستم از روزون تقاضا بکنم که برای ما اون جلسه شرفیابی عمرای ارتش رو توضیح بفرمایید که بله. در اونجا چه گذشت بله. و چه کسانی شرکت داشتن. بله. به هر صورت خسروداد یکی از افسران واقعا خوب ارتش بود، افسری بود که قصدش، قصد و نیتش خدمت بود و من شکی ندارم که به پادشاه مملکت نهایت صمیمیت رو داشت، اونم قصدش خدمت به مملکت بود. آیا شما میل دارید که من الان راجب اون تمنا میکنم؟ بله بفرمایید. عرض بکنم بزرگتون که تقریبا 15 روز به خاتمه این جریان، 15 روز به مسافرت اعلی حضرت به خارج از ایران باقی مونده بود که افسران عده‌ای از امرای ارتش که خود من یکی از اونها بودم در دفتر انتظار اعلی حضرت مذاکره کردیم و تصمیم گرفتیم که شرفیاب بشیم به حضور حضرت و کسب تکلیف بکنیم که واقعا تکلیف ارتش با این وضع چه خواهد شد، ما چه باید بکنیم در مقابل زیر دستامون که هر روز ما رو باز از ما بازخواست میکنن و میخواهند که برای اونها تکلیفی روشن. 8 نفر تا اونجایی که یادم هست از عمرا بودیم که شرفیاب شدیم به دفتر اعلیحضرت و اعلیحضرت به یکی که حرف هر کدوم از ماها گوش کردن که به ترتیب تا اونجایی که خاطرم هست بره. ارتش بود، طوفانیان، خود بنده، سپه بود بدرهی، عرض بکنم بزرگتون که فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی آقای حبیب اللهی، فرمانده نیروی هوایی سپهبد ربیعی، فرمانده ژاندارمری محققی خسروداد، عرض بکنم که تصور میکنم رئیس شهربانی، اینها این افسرانی بودن که در اونجا حضور داشتن و نفر به نفر اینها مطالب رو به اعلیحضرت عرض کردن که وضع ارتش اینه، روحیه افسران ارتش خرابه، افسرها هر روز به ما مراجعه میکنن، از ما کسب تکلیف میکنن و ما هم چون دستوری نداریم نمیدونیم چی بود اینا جواب و اگر اعلیحضرت اجازه بفرمایند ما حاضریم که اقدام بکنیم. اعلیحضرت بعد از اینکه حرف یکی که ما رو گوش کردن این جمله‌ای که من دارم میگم کوته، فرمودن با حضور ما نمیشه. ما واقعا افسرانی که اونجا بودن در شنیدن این مطلب یه مرتبه واقعا جا خوردن، چون انتظارشون این بود که پادشاه مملکت آماده باشن در جلوی همه به سمت فرمانده‌ای و ما هممون بریم و یه کاری
همه شروع کردن به اینکه اعلیحضرت باید تشریف داشته باشین و مملکت در خطره و ما باید مملکت رو نجات بدیم. فرمودن که اگر موفق نشدید چی میشه؟ اگر موفق نشدیم از بین میریم. اعلیحضرت هم اگر چون چه میل ندارید اینجا تشریف فرما باشید، تشریف میبرید به جزیره کیش، در اونجا هواپیما هست، هلیکوپتر هست در اختیارتون، اگر ما موفق نشدیم شما در اونجا. اعلیحضرت مجددا ما گفتن که با حضور ما نمیشه. مجددا افسران شروع کردن به اصرار کردن که اجازه بفرمایید، که اعلیحضرت اجازه بفرمایید مملکت. بالاخره اعلیحضرت وقتی دیدن که دیگه راهی نیست، فرمودن که این کارها که با عجله نمیشه، شما اول برید مطالعه کنید، نقشه‌هاتون رو تهیه بکنید، وقتی نقشه‌هاتون تهیه کردید اون وقت. به نظر من قصد اعلیحضرت در این کار زمان بود، زمان میخواستن. ما رفتیم و از همون جا که خارج شدیم باز یه امیدی در دلمون پیدا شد، از همون جا رفتیم تو دفتر وزیر دربار و اولین جلسه رو اونجا تشکیل دادیم. جلسه اول در حدود 2 ساعت طول کشید، جلسه دوم در دفتر طوفانیان، جلسه سوم در دفتر من. از همین جا شروع شد، چون ما اولی که رفتیم تصمیممون این بود که این کارها همه محرمانه باشه، ولی متاسفانه درس کرد این کار. و اتفاقا یادم هست شبی که در دفتر طوفانیان بود، اون شب من یکی از دوستانمو رفته بودم به علت بیماری ببینم، او از من مطالبی در مورد این جلسه سوال کرد که من بهش گفتم که چنین چیزی نیست و اینها. و به هر صورت تا جلسه چهارم دیگه به کلی به هم خورد، به جهت اینکه همون موقع ارتش بود قره‌باغی رو تعیین شده بود برای این کار و بعد هم عمرای دیگر رو تعیین کردن. این زمان نخست وزیری آقای دکتر بختیار بود؟ این زمان یا تیمسار ازهاری؟ نه خیر، تیمسار ازهاری که رفته بود اصلا. بله. تیمسار ازهاری بیمار بود و رفته بود. اعلیحضرت مشغول مطالعه بودن و بختیار رو تعیین کرده بودن و در تصمیم بودن که این جریان چیز رو بگیره، به سر رأی اعتماد رو بگیره. بله. این زمان رو میخواستن. و هر صورت جلسه پنجم ما متوجه شدیم که این فکر برملا شده و همه اطلاع دارن که افسرها میخوان این کار بکنن. و حقیقتش من دیگه به کلی ناامید شدم و بعدم میدونستم که دیگه اعلیحضرت تشریف فرما میشن. دیگه اینه که دیگه با حالت ناامیدی رفتم و از اعلیحضرت اجازه خواستم که یا در التزام ایشان برم و یا اینکه بهم اجازه مرخصی بدن، که گفتم منم کاری محول نشده. واقعا آخرین جلسه ای هم که دیدارم با اعلیحضرت بود سر همین مطلب بود، که این تقریبا یک روز دوشنبه بود قبل از که 5 روز قبل بود حضور اعلیحضرت شرف یاب شدم و بهشون عرض کردم که اعلیحضرت که به من کاری محول نفرمودید، اطلاع هم دارم که تشریف فرما میشید، این است که یا اجازه بفرمایید من فرمانده گارد هستم در التزامتون باشم، بودم سالها فرمانده گارد در التزامتون باشم، یا اینکه هم اجازه مرخصی بدید. سالها از مرخصی استفاده نکردم، که بعد البته جریاناتی هست که فرمودن، تقریبا جریانات خصوصی است، به من فرمودن که برید در دادگستری اون صورت ها فلان. به هر حال اینا خوشبختانه رفتیم و اینا هم همه حل شد. و بعدم که من در التزام والا حضرت ها آمدم به آمریکا و مأموریتم این بود که والا حضرت ها رو برسونم، 2 تا از والا حضرت ها، والا حضرت فرحناز و والا حضرت علی رضا رو برسونم به نیویورک، دیگه بعد برم به مرخصی استفاده کنم، که دیگه در حقیقت خاتمه کار من رسوندن والا حضرت ها به نیویورک بود، که از همونجا هم دیگه. بله. تیمسار، شما از هم پاشیده شدن ارتش رو در 1357 مقایسه کردید با وقایع سال 1320. میتونم از حضورتون تقاضا کنم که برای ما توضیح بفرمایید که این بار علت از هم پاشیدگی ارتش چه بود؟ من گمان میکنم که قبلا برای شما این موضوع رو توضیح دادم. مقداری اشاره فرمودید. بله. به عقیده من از هم پاشیدگی ارتش
در سال 1357 دو علت اصلی داشت. بله. که علت اول فوق‌العاده مهمه، علت دوم نقص فرماندهی است. علت اول این بود که ارتش رو هر روز با ندادن با دادن دستورات ضد نقیض روحیش رو تخریب کردن. ارتش برای برخورد با ملت نیست، اما اگر یک روزی چنین پیش آمدی بکند که ارتش باید امنیت برقرار بکنه، باید به ارتش یک مأموریتی داده بشه، ارتش برود این مأموریت انجام بدهد و بیاد به سربازخانه. هرگز نباید ارتش با ملت روبرو بشه. ارتش یک نیروی دست نخورده ای باید باشه که همیشه برای انجام یکی حفظ حدود و ثغور مملکته، و اگر امنیت داخلی لازم بود مأموریتی بگیره روشن بره این مأموریت رو انجام بده و برگرده بره تو سربازان. اما ما با قرار دادن ارتش در مقابل افراد مردم و با طرح و نقشه‌ای که اونها داشتن، که هر روز می آمدن و به تمام کسانی که در اون موقع برای من محترم بودن به اونها فحاشی می کردن و گل می زاشتن سر اسلحه های سربازا، در حالی که به همونها، به کسانی که ما هر روز بهشون می گفتیم اینها برای ما مقدس هستن، بهشون فحش می دادن. این افسر و این درجدار که سرباز به افسرش نگاه به درجدارش نگاه می کرد، درجدار به افسرش نگاه می کرد، خب من در مقابل این کسی که شما گفتید هر روز برای ما مقدسه، الان من این حرف میشنم چه بکنم؟ بزنم با سرنیزم یا وایسم؟ هیچ کس دستوری نمیداد این چی کار بکنه، بره به سربازخانه، بمونه اونجا، چه بکنه؟ در نتیجه روحیه ارتش از هم پاشید. ارتش بر اساس روحیه استواره. وقتی روحیه این ارتش از هم پاشید، شما نمیتونید انتظاری داشته باشید. ما افراد ارتشمون چه اشخاصی هستن؟ از بین همین کسانی هستن که پدر مادرشون در تهران یا در سایر شهرستان‌ها تحت تأثیر این تبلیغاتی است که سراسر مملکت رو فرا گرفته بود. و خب به تدریج شروع شد به اینکه این افراد یکی غیبت کردن افراد وظیفه. ولی با وجود همه اینها، به عقیده من در ارتش افراد، همون افراد وظیفه، اگر بهشون دستور داده میشد سر جاشون وایساده بودن و تا آخرین فشنگشون رو تیراندازی میکردن. من در ارتش ایران یه چنین روحیه رو سراغ دارم، چون سالها فرمانده بودم. پس بنابراین علت اصلی از هم پاشیدن روحیه ارتش بود، افسران، درجداران و سربازان. اما علت دومش نقص فرماندهی در زمان لازم، زمانی که اعلی حضرت از مملکت تشریف بردن، دیگه بر این ارتش فرماندهی نشد. هیچ کس نبود که به این ارتش دستور بده که اگر سربازخانه شما، من نمیگیم شما، بالاخره اینها نوشتن و یک موافقت نامه رو امضا کردن که با ملت موافقن، خیلی خوب، ولی آیا نمیتونستن حتی سربازخانه خودشون حفظ بکنن؟ اگر یک کسی بود که در اون روز فرماندهان رو میخواست و به اونها دستور میداد، دستور نظامی، نظامی آقا فرقش با هر کسی دیگه من نمیدونم چجوریه، ولی به نظامی رو باید بخواید شما بهش بگید آه شما مسئول هستید تا صبح در این اتاق بمونید و مراقبت کنید. این اگر این مسئولیت انجام نده، حتی ممکنه که پای محاکمه دار بکشه یا تنظیبش بشه. یعنی قوانین ارتش این رو معین کرد. اگر فرمانده این سربازخانه ها رو میخواستن و بهشون دستور میدادن که آها درسته که ما با این انقلاب موافقیم، اما شما موظف هستید سربازخانه خودتون رو حفظ کنید، اگر کوچکترین لطمه‌ای به سربازخونتون بیاد شما مسئولید، تکلیف همه روشن بود. من به شما قول میدم که همین سربازا، همین درجدارا، همین افسرا، البته قول الان بنده معنی نداره، ولی من یقین دارم همون سرباز وظیفش، کمان که ایستادن در یکی از سربازخانه ها در قزوین ایستادن، در خود تهران در یک سربازخانه ای که
وسایل نقلیه بود، خودرو بود، ایستادن و تا آخرین نفرم از بین رفتن و سربازخونهشون حفظ کرد. تیمسار، بعضی از آقایون که من باهاشون صحبت کردم، حتی از آقایون عمرای ارتش، مقدار زیادی علت اصلا پاشیده شدن ارتش رو در سال 1327 در نوع مدیریتی میدونن که اعلی حضرت بر ارتش اعمال میکردن. اینو یه خود واضح‌تر برای شما توضیح بدم، منظور اونها این است که اصولا عمرای ارتش با همدیگه یک هماهنگی خاصی که برای اداره ارتش لازمه نداشتن و اعلی حضرت هم بدش نمی اومد که بین عمرای ارتش در واقع یک اختلافاتی باشه که تا همه برای گرفتن دستور فقط به شخص ایشون مراجعه بکنن و حتی معتقدن که ایشون شاید این کار رو به خاطر این میکرده که احیانا اگر فکری یا چیزی در ارتش به وجود نیاد که رژیم سلطنتی ایران رو به خطر بندازه. خاطرات شما آیا با این دید توافقی داره و این دید رو تایید میکنه؟ عرض کنم بزرگ شما که شاید من در صحبت‌های قبلیم جست گریخته به این مطلب اشاره کردم که اصولا در ارتش کسانی که دارای تجربه بودن یکی یکی از صحنه خارج می شدند.